یکی از عالی‌ترین گرانمایه‌ترین و عزیزترین وقت برای آموختن تورا این نیمه شب، از نیمه شب به این طرف، از نیمه شب تا سپیده سحر، این ساعت ها بسیار بسیار باردش هستن و اردش تورایی که انسان در اون ساعت میخونه شاید چند صد برابر تورای روزه. چرا؟ چند علت داره. یکی این که در این ساعت از نیمه شب تا دم صبح سپیده سحر وقت بسیار رضایتیه برای قوم اسرائیل، برای اشنداره، برای قوم اسرائیل. و این طوره که انسان میخونه باعث میشه که در دنیای بالا یک تحولات بسیار عالی ایجاد بشن و انواع اقسام فیضها و برکتها بر تمام دنیا و بخصوص برای قوم اسرائیل نازل بشن. بنابراین در ظهر قدوش چندین بار درباره آموختن تورا از نیمه شب به این طرف گفته شده. شقد درباره این مدح و حسن هایی گفته شده، شقد انسان با آموختن تورا در نیمه شب نیروهای ناپاک را مغلوب میکنه و اینها را مهار میکنه و نمیذاره که قوم اسرائیل را خطاکار بکنن. به همین طور هم برای تسریع نجات قوم اسرائیل از گلوت بسیار موثره آموختن تورا از نیمه شب به این طرف. و یک علت دیگه هم هست، چون این ساعت‌ها وقت استراحت و خواب انسانه و انسان اگر نیمه شب بلند بشه برای تورا خوندن خیلی سخته و این سختی باید میشه که ارزش آموختن تورا خیلی بیشتر بشه، چون هرچی که انسان در موقع آموختن تورا سختی بیشتری داشته باشه ارزش آموختن توراش خیلی بیشتره. و بنابراین در یکی از کتاب های شرح ظهر که مؤلفش طبی مجیدچوب علیه السلام که کتاب اثر طبی را تعلیم کرده، اونجا نوشته شده که آموختن تورا از نیمه شب به این طرف به صحبت ظهر از صد تانیت هم بالاتره. یعنی انسان صد تانیت هم بگیره این آموختن تورا از نیمه شب به این طرف از این بیشتره. همینطور هم در کتاب تنا دبلیاهو لخلطوب که گفته هاش همیش از دهانه لخلطوب شنیده شده و به توسط یکی از امرائیم حکمی گمارا به اسم ربعنان اینا مکتوب شدن و یک کتاب بسیار عالی تشکیل شده به اسم تنا دبه الیاهو لخلطوب. اونجا میگه که اگر انسان یک سختی داره، مدقی داره، مزلتی داره، گرفتاری داره، شکار کنه نیمه شب از خواب بلند بشه و درگاه شم تفیلا بخونه، تورا بخونه، گشن برخ اور اون درخواستش را برآورده میفرماد. بنابراین انسان درسته که خیلی سخته، خیلی مشکله و وقت خواب استراحت انسانه، ولی بدونه که این سختی کشیدن چقدر از سختی های دیگه زندگی کاهش میده. ان وقت همه گرفتاری ها و دوندگی ها و دردزر ها و امراض و بیمارتن رفتن و اینا همش
باطن میشه به خاطر آموختن تورا از نمیشه به این طرف. و همینطور هم گفتن تیخون حسود چقدر مهمه تیخون حسود که در سیدرا نوشته چه موقع تیخون حسود شامل دو قسمتش، یکی تیخون راحل و یکی هم تیخون لام. تیخون راحل همیشه نیست، فقط ایامی که ویدوی هست و در ایام عمر نیست، در ایام اثر یمه تشبان نیست. این باورده که ویدوی میگن در این ایام تیخون راحل نمیخونن، چه برسه به ایامی که ویدوی نیست، که خیلی از نشهودش هنوکا، پورین، حلموئد، زوبشبا، توب آب اینا ویدو نمیخونن، تیخون راحل نیست، فقط تیخون لاز. شب شبات و شب معلیم مثل شب پسح، شب سوکوت، شب شبوعات، شب ראש השנה، شب כיפור، اصلا نه تیخون راحل، نه تیخون راحل، نه تیخون لاز، هیچ نیست. و ولی روزهایی که، شبهایی که معمولی هستن ولی بدوی نمیگن، اونجا در این شبها تیخون لاز میکنن. حول ماید پسح، نه تیخون راحل، نه تیخون لاز. حول ماید سوکوت، تقد تیخون لاز، تیخون راحل نیست. و این در این تیخون، تیخون راحل، تیخون لاز، چقدر برای قوم اسرائیل استفاده شده که جد برای قوم اسرائیل رحم بکنه و قوم اسرائیل از گلوت خارج بکنه. چقدر تبیلای بسیار عالی در این قسمت تیخون راحل، تیخون لاز هست. هر کس سعی کنه که تمرین رو که امکان داره اینا رو بخونه. از وقت تیخون راحل، تیخون لاز، از نیمه شب این طرف وقت تیخون راحل تا کجا؟ تا سپید سحر. در خود سمحای اونجا گفته شده که وقت تیخون راحل تا نیم سحر قبل از سپید سحر، همون نیم ساعت در خلال نیم ساعت قبل از تبید هر دیگه وقتش گذشته. خب این دوری در بنش های اینطور نمیگه که، بلکه تا همون تشهر تبید هر وقت خوندن تکون راحل. البته یعنی که این تکون راحل خط بکنه در تا تبید هر تکون راحل خط بکنه. خب در این صورت در شب شب آب وقت تکون راحله، تکون راحل نیست. چون شب شب آب ما برای حرم بیت المقدس و گلوت ما عزاداری میکنیم، سوگواری میکنیم. برای این تیخون لاز که تشکیل شده از چندین مزمار تهیلیم نمیخونیم، فقط تیخون راحل. و به خصوص در این ایام که قوم اسرائیل در سختی و در عذاب و در محنت و در مشقت هستند، چقدر این آموختن تورا در نیمه شب به این طرف چقدر موثره. و هر کس سعی کنه، و اینم در پلیس میفرماد، انسان خوبه که در عرض 4-5 ساعت بخوابه تا بتونه نیمه شب بلند بشه و تورا بخونه، تکون حسود بخونه. و همینطور هم این بعضی کسی که این نیمه شب بلند میشه تورا میخونه، و سعی کنه که در موقع تبیلا با تبیلین چرت نزنه. شما بدن تبیلین اوان سنگینه، برابرین اگر ایتان میتونه خود نگه داره خب بلند بشه، اگر نمیتونه نگه داره این سعی کنه که دو ساعت قبل از سبید زهر بیدار بشه با بخونه. ولی اگر میتونه خود نگه داره دعی کنه که از نیمه شب به این طرف بلند بشه با دورا بخونه. و موضوع دیگه هم هست اینه که انسان سعی کنه که درست در ثانیه نیمه شب بیدار باشه، چون طبق عقیده ظهر هم دور رب نواری در رب رب نفش شب سلام سرابی عرب سلام حالا شش عرب سلام، اگر انسان در نیمه شب در اون دقیقه نیمه شب ثانیه نیمه شب خواب باشه، نیروهای ناپاک بر انسان مسلط میشن و
انسان را ممکن است به خطاهای گوناگون مرتکب بکنند. و این سعی کنه که در نیمه شب این بیدار باشه و سپید سحر هم بیدار باشه که شب و روز را با مقدن تورا به هم وصل بکنه. Dat is